سلام خدمت تمام بینندگان عزیز تلویزیون رنگین کمان، خیلی خوشحال هستم که دومین برنامه میزگرد جمهوری خواهی رو در خدمت دوستان و بزرگواران عزیز در خدمتون هستیم. امروز در خدمت جناب آقای مهمنش، آقای ستوده، آقای لیمانکشی و جناب آقای نارنجی هستیم از 4 سازمان جمهوری خواه و در رابطه با موضوع اجلاس امنیتی ورش رو سوالات رو مطرح خواهیم کرد. این برنامه در آستانه 40مین سالگرد انقلاب 1357-1979 برگزار میشه و یکی از نکات بسیار فرقی که در رابطه با انقلاب سال 57 یا در از 79 میلادی وجود داره ادعایی که در از طرفداران محمد رضای پهلوی پادشاه مخلوع ایران در رابطه با اون انقلاب دارن. یک ایده‌ای که در این رابطه وجود داره این هست که بسیاری از این دوستان، حالا چه مشروطه خواه چه سلطنت طلب، معتقدند یکی از مهمترین عوامل سرنگونی حکومت محمد رضای پهلوی اجلاس گوادلوپ که در اون حالا 4 در اصل مقام ارشد حکومت‌های آلمان، فرانسه، امریکا و ارزم به خدمت شما که انگلستان تصمیم گرفتن که پادشاه ایران را از سلطنت برکنار کنند. امروز میخواییم با این دیدگاه به صفحه سیاست امروز جهان نگاه کنیم و ببینیم از نظر دوستان آیا جهان امروز رو با جهان در از 40 سال پیش شباهتی درش میبینن؟ آیا امکانی برای چنین ایدهی میبینن که بشه در یک اجلاس امنیتی نظامی رو واژگون کرد، حکومتی رو تغییر داد؟ اجلاس امنیتی ورشو که خب همه دوستان میدونن 13 و 14 فوریه در لهستان برگزار خواهد شد و در سطح وزرای امور خارجه خواهد بود. من ابتدا از جناب آقای دکتر مهمنه شروع میکنم. آقای دکتر، فکر میکنید نظر کلیتون در رابطه با اجلاس چی هست؟ آیا اطلاعات خاصی از مفاد اجلاس دارید؟ فکر میکنید که در چه مواردی بحث خواهد شد؟ و بعد یک توضیح کوتاهی هم به ما بدید، در نوبت‌های بعد بیشتر پیگیرش میشیم که آیا فکر میکنید در این اجلاس آیا تصمیم خاصی بر علیه جمهوری اسلامی گرفته خواهد شد؟ از قبل نمیتونم شخصا پیش بینی کنم، ولی اون چیزی که هست اینی که اجلاس ورشو یک وسیله‌ای برای تشدید فشار به جمهوری اسلامی و بسیج کردن نیرو و گروه‌های به اصطلاح اروپا و آمریکا که خود به خود هستش آمریکا و کوشش برای اینکه فشار به جمهوری اسلامی شدیدتر بشه. مسائلی که بین خود اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها هستش و اینکه آمریکا سعی می‌کنه در درون اروپا توسط لهستان یک دوگانگی به وجود بیاره، اونا مسائلیه که به خودشون مربوط میشه. ولی چیزهایی که مربوط به ایران میشه اینه که نشون میده که آمریکا داره یک برنامه رو سعی میکنه پیش ببره برای فشار بیشتر به ایران و اقداماتی که در آینده در پیش داره، تقویت مخالفان ایران در منطقه و همچنین کشیدن اروپایی ها بر روی سیاست های خودش درباره تحریم ایران. و متاسفانه یا به هر حال ایران یعنی جمهوری اسلامی در عوض این که بیاد در این شرایط و سعی کنه که یه مقداری کوتاه بیاد و سعی بکنه که در مقابل این مسائل یه جوری کار کنه، بهانه دست کسی نده، مدائما شاهدیم که از یک طرف شروع میکنن، آقای ظریف شروع میکنه به کوشش برای اینکه بگه مثلا ما با اسرائیل مخالفتی نداریم، ولی از طرف دیگه سران سپاه اعلام میکنن که ما در تمام مدت دنبال نابودی اسرائیل هستیم. و اینی که توی هیئت حاکمه ایران در واقع به نظر میرسه که این دوگانگی نقش تعیین کننده ای داره و اینها یک مقدار زیادی از اقداماتی که انجام میدن برای مخالفت با همدیگه است، ولی
در توجه نمی کنند که این در سرنوشت خود جمهوری اسلامی چه نقشی ایفا خواهد کرد. اینی که با چند مسئله رو برو هستیم، با اون این که از یک طرف فشار همین کنفرانس ورشو و از طرف دیگه اقدامات جمهوری اسلامی مثل ترور در اروپا، مثل همین تهدیدهایی که میکنه و البته اسرائیل هم بیکار ننشسته، مرتبا داره اقدامات مختلفی انجام میده. یکی از آخرین اقدامات همین چی ادعایی بودی که یعنی خودشون ادعا کردن، خودشون گفتن که 7 نفر از دانشمندان اتمی ایران رو ترور کردن. جناب آقای ستوده عزیز از همستگی جمهوری خانه ایران، عرضم به خدمت شما که ببینید من هدفم بیشتر از مطرح کردن بحث کنفرانس امنیتی ورشو این هست که مهمانان عزیز یک توضیحی بدن که چه تفاوتی، اولا اون ادعایی که سلطنت طلب‌ها دارن در رابطه با اینکه رفتن شاه حاصل اجلاس گوادلوپ بوده، خب این در سطح ادعاست، هیچ وقت هیچ فکتی در مورد اون منتشر نشده و هیچ گونه اسناد طبقه بندی شده در رابطه با این به صورت رسمی از طرف هیچ کدوم از اون 4 دولت هنوز منتشر نشده. میخوام ببینم با توجه به این که حالا اون زمان یک جهان دو قطبی روبرو بودیم، یک جنگ سردی وجود داشت، یک بلوک غرب و شرقی وجود داشت و امروز دیگه اون حالت از بین رفته، دنیا از یک سو میشه گفت که تک قطبی شده و شاید از سوی دیگه بشه گفت که دنیا دیگه به اون حالت قطبندی سابق رو نداره، یعنی عرصه سیاسی کلن عوض شده. میخوام بدونم از این منظر نظر شما در رابطه با چشمانداز جهانی چنین در از کنفرانس های امنیتی چی هست؟ آیا فکر میکنید اصلا این گونه در از اجلاس های امنیتی پتانسیلی دارن که بخوان جمهوری اسلامی رو دچار استرس یا ترس بکنن که بخواد به قول معروف دست و پای خودشون رو جمع کنن؟ با سلام به شما و دوستان حاضر در این میزیگرد و همینطور به هموطنان عزیزمون هر جا که صدا یا سیمای ما رو میبینن، مقدمتا باید عرض کنم که مقایسه شرایط کنونی با انقلاب 57 و کنفرانس گوادالوپ خیلی در شرایط متفاوتی به سر میبریم ما و چنین مقایسه اصلا درست نیست. ما در آستانه انقلاب بودیم، همونطوری که شما گفتید در یک شرایطی که دو قطب دو ابرقدرت در دنیا وجود داشت، شکلی در خاورمیانه تقسیم کرده بودن کشورها رو بین خودشون و اصلا چنین مقایسه‌ای درست نیست. و کسانی که فکر میکنن که یعنی اینجوری القا میکنن که گویا سرنوشت انقلاب ایران به اون کنفرانس بستگی داره، در حقیقت میخوان نفی کنن مبارزات مردم ایران، انقلاب مردم ایران و اون حرکتی که به خاطر آزادی و استقلال و جمهوریت صورت گرفت، این رو میخوان ببرن زیر سوال به متکیش بکنن به قدرت‌های خارجی و بیشتر هم از طرف اون جناح سلطنت طلب اپوزیسیون دامن زده میشه به این مسائل و ما باید آگاه باشیم، مردم باید آگاه باشن که واقعا تغییرات از درون کشور هست، از داخل جنبش صورت میگیره، ممکن است که تأثیراتی کشورهای خارج سعی بکنن و متناسب با منافع خودشون عواملی رو نفوذ بدن در به اصطلاح شکل‌گیری یا اینکه به اصطلاح انحراف یک جنبش و اینا، ولی آنچه که تعیین کننده هست اون مبارزات مردم ایران هست. بنابراین من فکر می‌کنم در شرایطی متفاوتی به سر می‌بریم و این کنفرانس ورشو در حقیقت همونطور که آقای مهمنش گفتن برای یک نوع فشار، یک نوع اجماع عمومی هست از کشورهای منطقه و کشورهای دنیا که جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذارن به خاطر این حرکات به اصطلاح آشوبی که در منطقه به پا میکنه، دخالتی در کشورهای منطقه میکنه. شما نگاه کنید از یمن گرفته تا
لبنان و عراق و سوریه و بحرین و اینا هر جا که نگاه بکنید به یه شکلی جمهوری اسلامی به قول معروف سرانگشتاش اونجا دخالت داره میکنه و این قابل پذیرش نیست. از نظر ما هم اپوزیسیون جمهوری خواه هم قابل پذیرش نیست. متاسفانه جمهوری اسلامی داره به سمتی سوق میده که این حرکات میتونه عواقب خیلی وخیمی داشته باشه و میتونه حتی به جنگ هم منتهی بشه. اون چیزی که جناح خامنه‌ای و به قول معروف جنگ طلب‌هایی که 40 سال است بر مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا و جنگ طلبی میکنن. آیا فقط به صورت خیلی کوتاه، آیا فکر میکنید ببینید در رابطه با فشار، خب در از دولت دونالد ترامپ از برجام خارج شد به صورت یک طرفه بدون اینکه هیچ اجماع کف آتلانتیک باشه، بدون اینکه با متحدینش در اتحادیه اروپا به توافق برسه، به دنبال چی هستن؟ چه چیزی رو بیشتر از این دنبال میکنن؟ هدفشون از این اجلاس چی میتونه باشه؟ فکر میکنم هدفشون اینه که این مقدمه ای هست برای فشارهای بیشتر، یعنی این آغاز یک حرکتی است که اگر که جمهوری اسلامی رو نتونن به خوردن یک جام زهر دیگری مجبور کنن، خب اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت. من فکر میکنم این داستان اسرائیل که مرتب داره حمله میکنه به پایگاه های نظامی ایران در سوریه، خب این نشانگر اینه که میتونه این واقعا این فشارها به فقط کنفرانس محدود نشه، یعنی در یک جایی اگر که شما تصور کنید که فرضاً یک خطایی صورت بگیره از طرف جمهوری اسلامی و موشکی فرضاً زده بشه به اسرائیل که انعکاس جهانی داشته باشه و اینا، خب میتونه آغازگر یک جنگ باشه. یعنی اینطوری نیست که جمهوری اسلامی فقط بتونه اونجا فقط با حرکات از طریق جهاد اسلامی و حماس و اینا حرکاتش به اصطلاح توجیه بکنه. اونها میدونن که جمهوری اسلامی پشتوانه این گروه های تروریستی هست و تا وقتی که خارج نشده، تخلیه نکرده سوریه و همینطور عراق، شما نگاه کنید توی عراق اینها کلی میلیشیای وابسته به جمهوری اسلامی هست. الان دیروز امریکا اعلام کرده که تحمل نخواهند کرد، یعنی اجازه نخواهند داد که پایگاه های امریکا هم اونجا فعال هستن و اجازه نمیدن که این عناصری که وابسته به جمهوری اسلامی هستن در این کشورها بتونن اختشاش ایجاد بکنن. جناب آقای لیماکشی، دوستان معتقد هستن که هدف از اجلاس امنیتی ورشو افزایش فشار بر جمهوری اسلامی هستش. در بین گروه‌های از اپوزیسیون مشاهده می‌کنیم که میل و رغبت شدیدی وجود داره برای اینکه به هر نحوی که شده خودشون رو دعوت بکنن، یعنی حتی اگر دعوت هم نشدن طرفین رو وادار بکنن که اینها رو دعوت بکنه به عنوان یک آلترناتیو در خارج از کشور به این اجلاس. فکر میکنید دلیل این اصرار این اون بخش از اپوزیسیون برای حضور در این اجلاس چی میتونه باشه؟ بله، ببینید من یه نکته رو قبل از این که اون سوال اولی رو، موضوع اولی رو که شما مطرح کردید، من میخوام پیوند بزنم به اون و پاسخ بدم به این پرسش شما. ببینید یک فهم ناقصی وجود داره از وضعیتی که در جهان ماست، یعنی این که همون اول شما تر کردید که اینا فکر میکنن که یک کنفرانسی تشکیل میشه، کنفرانس گاتلوب، بعد اینا میتونن تصمیم بگیرن که یه رژیمی رو عوض بکنن. خب اون موقعی که میتونستن رژیمی رو عوض بکنن، اون رژیم در واقع وابسته به خودشون بود. با سران ارتش رفتن آمریکایی‌ها در اون اواخر رفتن با سران ارتش نشستن صحبت کردن، گفتن دیگه مثلا ما از ادامه چیز این که آقای محمد رضا شاه ادامه بده، ما خانه ادامه
پادشاهی ایشون نیستیم و شما هم در واقع باید اینو بپذیرید. خب این اون موقع میشد این کار کرد. این فهم از جهان بعد از این 40 سال یه فهم بسیار غلطی است. جهان بالکل تغییر کرده. ما از یک طرف یک کشوری مثل چین داریم که با اقتصاد بسیار قدرتمند، از طرفی هند، از طرفی دیگه خود روسیه که در مناطق مختلف جهان مداخله میکنه. یعنی هم فهم جهان دو قطبی نادرسته و هم این فهم که به اصطلاح جهان بر این اساس میگرده که یک کشوری میتونه برای دیگر کشورها تعیین تکلیف بکنه، این تغییر کرده. این به اصطلاح دوستان ما در واقع توی این فضا نیستن، افراد سیاسی به اصطلاح که بتونن تحلیل بکنن، توضیح بدن، مشاورت بهشون بدن، اینو در واقع ندارن. یعنی شما اون 12 گروهی که یه نامی رو نوشتن نگاه بکنید، توشون حتی یک آدم سیاسی سابق دار نیستش. یکی این مسئله. یه فهم دیگه هم هست، فهم اوضاع ایران، خود ایران. ایران دیگه اون ایران نیست. یعنی الان آقای میمنش و آقای سدوده مطرح کردن که جمهوری اسلامی در همه کشورهای منطقه مداخله میکنه و قدرت داره. قدرتش بر اساس سلاحاش نیست، بر اساس اون نیروهایی هست که حامیش هستن در این کشورها. ما جمهوری خواه مخالف این مداخلات هستیم و اینو بر ضد منافع ملی کشور خودمون میدونیم، ولی همزمان باید اینو قبول بکنیم که خود آمریکا و خود اسرائیل و خود عربستان در واقع میخوان اینو عقب بنشونن از این امکانات و قدرتی که جمهوری اسلامی در منطقه داره. اساس چیزشون در این مرحله اینه. یعنی این کنفرانس لهستان در واقع کاری بیش از این نمیتونه بکنه که یک اجماع حداقلی بین مجموعه از کشورها به وجود بیاره، فشار زیاد بکنه به جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی عقب بکشه. بیش از این هیچ امکانی نه آمریکا، نه اسرائیل، نه عربستان امکانی ندارن که بتونن در ایران رژیم تغییر بدن، یا ممکنه به اصطلاح دست به سری کارهایی بزنن، ولی اونایی که دلشون خوش کردن به این که در ایران قرار رژیم تغییر پیدا بکنه، اینا رو در واقع دعوت بکنن به این کنفرانس ها مطرح بشن، چنین چیزی اساسا صحت نداره. بسیار عالی. جناب آقای نارنجی، عرضم به خدمت شما که دوستان توضیحات مختلفی در رابطه با جنبه های مختلف این اجلاس ارائه فرمودن. میخواستم ببینم، یه مقداری شاید دشوارتر باشه این پرسش، ولی سناریوهای محتمل رو به عنوان خروجی چنین، ببینید در این اجلاس خانم موگرینی به عنوان درست مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کردن که حضور نخواهند داشت. چین و روسیه هم حاضر نخواهند شد. شما حدستون این هست که سناریوهای نهایی به عنوان خروجی این اجلاس در چه زمینه هایی میتونه باشه؟ ممنون. همراه با درود خدمت شما، مهمانان عزیز برنامه و شنوندگان محترم و بینندگان عزیز. خب جوانی بیدی رو دوستان اشاره کردن که بخشی از اونها در ادامه خودش میتونه هر کدوم یه سناریو باشه که در رابطه با این کنفرانس ورشو میتونه حادث بشه به قول معروف. اما آنچه که خود رسمن برگزار کنندگان اعلام کردن، حالا با کمی تناقضات و بالا پایین رفتن، ولی گفتن که امنیت و صلح در خاورمیانه رو میخوان تامین، و در کنارش هم مطرح کردن که میخوان یک شرایطی رو به وجود بیارن که ایران نتونه امنیت رو در منطقه به هم بزنه. خب این دوتا هدف رو میشه گفت که تا به حال مطرح شده. موارد دیگه رو هم میشه برداشت کرده از این کار. اون هم این که بعد از خروج آمریکا از برجام، خب و عدم موفقیتش در همراه کردن اروپا نسبت به این اقدام، خب فاصله بین آمریکا و اروپا در رابطه با ایران و منطقه بیشتر شد، و این اقدام آمریکا با همکاری دولت لهستان خب قدمی هم در این جهت بود که بتونه
با اروپا به نوع دیگه وارد معادله و چالش بشه، یعنی آمریکا بتونه تاثیرگذار باشه در سیاست‌های آمریکا اروپا نسبت به منطقه و ایران. این یه جنبه‌ای هست که توی صحبت‌ها زیاد باش چیز نشده، بهش پرداخته نشده، ولی میتونه یکی از اهداف آمریکا باشه در این زمینه، که البته این هم زیاد با استقبال روبرو نشده از طرف اروپاییان و همونجور که الان شما هم عرض کردید خانم مگرینی گفته شرکت نمی‌کنن، کشورهای اروپایی یا سکوت کردن تا حالا یا اینکه با عدم رغبت برخورد کردن، روسیه و چین هم که عرض کرد. اما توی خود منطقه خب اولینش خود ایران خب رسما مخالفت کرد، طبعا هم این کار رو میکرد و مشخص بود، و کشورهای دیگه اون تعدادی که اعلام شرکت کردن و خوشحالن از این موضوع که داره اتفاق میفته در اونجا یک چنین کنفرانسی، بیشتر آنهایی هستن که با این سیاست آمریکا در عرصه بین المللی، نه فقط در رابطه با ایران، در کل خودش در عرصه بین المللی داره پیش میبره، یعنی سیاست تقابل و تخاصم که از طرف آقای ترامپ و دستگاه دولتیشون پیش برده میشه، خب با اونها همراهی دارن و اونایی که همراهی ندارن یا سکوت کردن یا اعلام مخالفت کردن یا به نوعی نه مخالفت ولی به نوعی مورد نقد قرار دادن. طبیعیه که هر کنفرانسی در هر کجای دنیا برای ایجاد صلح و امنیت توی خاورمیانه که کشور ما هم در اونجا قرار داره و بسیار هم مهم هست که چنین وضعیتی در اونجا به وجود بیاد و از این نابسامانی که هر روز هم داره بیشتر اون پیدا میکنه نجات پیدا بکنه، به نفع کشور ماست، باید استقبال بکنیم و ای کاش که این کنفرانس بتونه به چنین هدفی برسه. اما شواهدی که وجود داره نشون میده که چنین چیزی خیلی دوره. یکی نسبت به ترکیب شرکت کنندگان و میزبانان و عکس العملی که تا به حال باش شده شاهد هستیم، چنین چیزی دور به نظر میرسه که این کنفرانس بتونه به این هدف برسه که قدم‌های جدی هرچند اولیه در جهت ایجاد صلح و آرامش در خاورمیانه برداره. یکی از دلایل خیلی خیلی مهمش این هستش که ایران رو دعوت نکردن. ایران به عنوان نیرویی که دخالت مستقیم داره توی نابسامانی‌ها وجود نداره توی این صحبت‌ها و مذاکرات، و طبعا هم طبق تمام اصول اجتماعی حالا در هر کشور، خارج هر کشور، منطقه و قوانین بین‌المللی، وقتی شما میخوای یک معضلی رو حل بکنید، یک مشکلی رو حل بکنید، طرفین اون مشکل رو باید بیارید پای میز مذاکره و با هم بتونن به یک راه حلی برسن. وقتی که ایران رو از این مسئله حذف میکنن و به متعاقب اون خیلی نیروهای دیگه هم این زمینه رو مناسب در نتیجه نمیدونن که اونجا شرکت بکنن، طبعا شما بخشی از نیروهایی رو که میخوان، که باید، نه اینکه میخوان، باید توی این مسئله سهیم باشن و حلال مشکل باشن، رو عملا نخواهید داشت و این نمیتونه حل بکنه مسائل خاورمیانه رو. از طرف دیگه هم نوک حمله این کنفرانس در بعضی برداشت‌ها اینه که ایرانه، و اگر هم اینو ما قبول نکنیم که نوک حمله ایران هست، ولی به هر حال یکی از اهداف این کنفرانس هست که ایران رو تحت فشار قرار بده، و خب این هم به جوری وانمود میشه که گویا فقط ایران هست که عامل نابسامانی در منطقه است، در حالی که خب به هر حال این ناگفته در اینجا هم نگیمن باز پیداست که نیروهای دیگه و خود لشکرکشی های قدرت های مثل آمریکا و اروپا اینا کم سهم نداشتن توی نابسامانی و تخریبی که در خاورمیانه وجود اومده، چه از قبلش، چه در تعمقش و چه در گسترشی که الان پیدا کرده. و این هم فقط دولت‌ها نیستن، شرکت‌هایی هستن که بسیار قدرتمندن. الان در عراق شما توجه بکنید چقدر شرکت‌های متعدد نظامی خصوصی دارن اونجا فعالیت میکنن، کار میکنن و آمریکا هم باشون قرارداد داره.
و اونجا سرباز دارن، نیروی مسلح دارن، از مناطق بعضی مناطق دست اوناس اداره میکنن و اینها به سادگی نمیشه ازش چشم پوشید در ایجاد ناامنی و نابسامانی که در منطقه وجود اومده و تداومش. طبعا اینها منافع دارن اینجور نیروها، همونجور که ایران هم این کارو میکنه. ایران میره نیرو میفرسته، حالا از رسمی و غیر رسمی شرکت در یک سری حرکات نظامی و غیره و غیره. خب اگه بخواد مسئله حل بشه باید هم ایران بیاد پای میز مذاکره و دعوت بشه، هم نیروهای دیگه‌ای که در این بخش یا سهیمن یا میتونن یا جی باشن و این مسئله اونجا تامین نیست. مورد دیگه‌اش در مورد خود ایران هست که این تأثیری بر روی ایران خواهد داشت، حتما خواهد داشت، اگه نداشت که ایران اینجوری عکس العمل نشون نمیداد. و طبعا هم همه اینها بر اساس برای فشار آوردن به ایران هم هست و ایران هم این موضوع رو میدونه. و اما هدف از این فشار آوردن چی هست، این به نظر من خیلی خیلی مهمه برای مایی که به عنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی تلاش میکنیم که وضعیت موجود در ایران به نفع دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی تغییر بکنه. هدف به نظر من نمیتونه این باشه که تو ایران دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و ثبات اقتصادی به وجود بیاد. هدف این کنفرانس این نیست و هدف آمریکا هم این نیست که یکی از میزبانان اصلی و در واقع گرداننده اصلی چنین کنفرانسی هست. همونجور که هدف آمریکا درباره کره شمالی همین نبود. همین دیروز نماینده وزارت خارجه آمریکا رفت کره شمالی و قرار دیدار وزیر امور خارجه رو برای چند وقت دیگه به توافق رسیدن و الان آمریکا و کره شمالی به قول معروف که الان داره میگن پسرخاله پسرخاله شدن. اینایی که تا چند وقت پیش با هم اینجوری سرشاخ بودن، طبعا اگه جمهوری اسلامی هم یه عقب نشینی هایی بکنه که احتمالش کم نیست و امتیازاتی بده به آمریکا، جمهوری اسلامی و آمریکا راحت، جمهوری اسلامی که از قبلش مشخصه چه وضعیتی داره در رابطه وضعیت حقوق بشر و آزادی ها و دموکراسی در کشور و غیره، آمریکا هم خیلی راحت از این چشم پوشی میکنه، موضوعی که الان امروز به عنوان وسیله ازش استفاده میکنه. آمریکا این رو به عنوان یک بستری برای فشار آوردن به ایران استفاده میکنه، ولی برای اینکه بخواد ایجادش بکنه در ایران به هیچ وجه نمیشه بهش دلخوش کرد. بسیار عالی. جناب آقای دکتر مهمنش، دوستان معتقد هستن که با توجه به اینکه در این اجلاس تمام بازیگران منطقه‌ای حضور ندارند، خروجی اجلاس به شکلی میشه گفت که نامعلومه و یا حداقل خروجی این اجلاس چیزی نخواهد بود که به نفع مردم ایران باشه. شما به عنوان عضوی از جبهه ملی، در از تشکل‌های جبهه ملی خارج از کشور که میشه گفت نظر تاریخی وارثان درد کودتای 32 هستید و خب مسلماً تجربه دخالت آمریکا در عرصه سیاسی ایران رو از قدیم الایام داشتید، آیا فکر میکنید راهی به جز مداخله مستقیم قدرت‌های جهانی برای تغییر رژیم جمهوری اسلامی وجود داره؟ چون بعضی از اعضای اپوزیسیون معتقدند این حکومت به قدری متسلبه که در اصل مردم و جنبش و جامعه مدنی ایران از پس گذار مسالمت‌آمیز از اون بر نخواهد اومد. آیا شما فکر میکنید شرایطی ممکنه مهیا بشه که جمهوری اسلامی به نحوی پای میز بشینه، از یک سری از موانی خودش عقب نشینی بکنه، فضا رو باز بکنه و بعد در مراحل بعدی مثلا ما شاهد به گونه رفراندوم باشیم؟ ببینید، من فکر میکنم که اتفاقا جنگ و یا فشار خارجی نشون داده که در مورد جمهوری اسلامی زیاد کارساز نیست. ممکنه که فشار به این رژیم بیاد و بتونن یه مقداری از امکاناتشون رو بگیرن، ولی در مجموع زیاد کارساز نبوده. این فشار رو در مورد غنی‌سازی ما شاهدش بودیم مدت‌ها، ولی دیدیم که خود اینا هم دیدن که نه، هیچ فایده نداره اینجوری و عقب کشیدن. به نظر من چون این رژیم اصلا استقرارش یا بودنش رو با این توجیه میکنه که دارن به ما فشار میارن و تمام تقصیرها مال
اینه که آمریکا با ما داره این کار میکنه یا غرب داره با ما این کار رو میکنه، به خاطر اینکه ما ضد منافع اونها هست. در واقع ولی این هستش که مخالف منافع مردم ایرانه این حکومت، مخالف منافع مردم ایرانه و مردم ایرانند که باید این حکومت رو تکلیفش رو روشن بکنن. تا موقعی که خود مردم ایران تکلیف این حکومت رو روشن نکنن، هیچ جریان خارجی به نظر من نخواهد تونست با جنگ و با به فشار نظامی و غیره این حکومت رو بندازه. فشار سیاسی از نظر مثلا اینکه از حقوق بشر پشتیبانی کنن، از حقوق مردم ایران پشتیبانی کنن و غیره، خب ما حرفی نداشتیم، حقوق آزادی های مردم اون مسئله نیست، ولی فشار نظامی و به اصطلاح اقداماتی که بخواد برای مردم ایران تعیین بکنه که کی بیاد اونجا حکومت بکنه و کی بیاد اونجا جریان رو در دست بگیره که با ما در ارتباط خوب باشه، خب بدیهیه که این بخش بزرگی از مردم ایران این رو رد میکنن و مخالفن و اتفاقا یک نوع خدش وارد آوردن و ضرر زدن به مبارزات مردم در ایران به نظر من. کاری که ما باید توجه داشته باشیم منتها که جمهوری اسلامی این قدرتش نیست که داره تو منطقه دخالت میکنه. ببینید با پول میلیاردی الان آقای خامنه‌ای دوباره تصمیم گرفته که میخواست 4 میلیارد، حالا 1 میلیارد و نیم از مسئله توسعه ملی، بله توسعه به اصطلاح چیزهای ملی برداره، صندوق ملی برداره، صندوق توسعه ملی برداره و خرج کارهای نظامی. شما تمام این کشورها برین، اگر برین اونجا بگیم بنده مسلمونم تو هم مسلمونی و بیا 1 میلیارد بگیر، میلیون ها پول بریزین و آدم مسلمان آدم بیکار و بدبخت اونقدر زیاده که میان برای تو هم یه دهی کمک میکنن، مثل مردم بدبختی از افغانستان این فاطمیون یا کسان دیگه. بنابراین این قدرت نیست. به محض اینکه این پولا تموم بشه و یا نداشته باشه این حکومت، تمام این جریانات از هم دیگه میپاشه و میمونه روی دست آدم. اینه که اینها قدرت نیست. کاری که الان شما نگاه کنید، سران تمام مدت این حکومت داره از مردم ایران سرمایه مایه میذاره که آره مردم حاضرن انقلاب رو ادامه بدن ولی حاضرن گرسنگی بخورن که انقلاب رو ادامه. کسانی اینا رو میگن که خودشون پولای تمام مردم میریزن تو جیبای خودشون و یا میدن به آدمای دی خودشون در اقصی نقاط دنیا که این کارا رو براشون انجام بکنن، بدن ترور کنن، فلان کنن و فکر میکنن که این قدرته. این قدرت نیست. این در دنیای امروز یک فقط باعث میشه که این حکومت هرچی زودتر پایان بیابه، برای این که به هر فرمش به هر حال. ولی این رو به نظر من اگر تنها راه درستی که برای ما هستش مبارزات مردم ایرانه و اینکه مردم ایران خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین کنن بدون دخالت خارجی، وگرنه باز هم ما با اشکالات بزرگی روبرو خواهیم بود. 40 سال دیگه، 50 سال دیگه بیایم مملکت رو از وابستگی خواهیم در بیاریم، بدبختی و کار فراوان. جناب آقای ستوده، با توجه به اینکه دوستان وقت کوتاه است و وقت زیادی تا پایان برنامه نداریم، خواهش میکنم تا میتونید پاسخها رو کوتاه‌تر ارائه بفرمایید. جناب ستوده، شما گمان دارید آیا ممکنه یک بار دیگه همون گونه که جمهوری اسلامی سر مسئله اتمیش های میز مذاکره و مصالحه نشست و نرمش قهرمانانه کرد، آیا باز هم امکان به نحوی پای میز نشستن با آمریکا وجود داره برای جمهوری اسلامی؟ ببینید، از قرائن و شواهدی که ما الان در دست داریم، اینها خیلی سرسخت هستن که مسئله موشکی ایران رو ادامه بدن. یعنی چیزی که برجام رو دوچار بن‌بست کرد چی بود؟ دولت روحانی اعتقاد داشت که
برجام دو و سه و چهار و اینا میتونه یعنی تأثیرات اون قرارداد خارجی یعنی پیمانی که بسته بودن برای مسئله اتمی انعکاس پیدا بکنه به یه شکلی در سیاست داخلی ایران و فضا رو باز بکنن و یه مقدار جامعه تکون بخوره، جامعه از این رکود و به اصطلاح خفقان و اینا بیاد بیرون، اقتصاد مملکت یه مقداری چرخاش راه بیفته. ولی نشد. همونطوری که دوستان هم مطلع هستن، هرم قدرت در جمهوری اسلامی در دست آقای خمینی و اون باند تبهکاری هست که پیرامون ایشون شکل گرفتن و تمام قدرت رو در دست دارن. از شما نیروهای نظامی و بسیج و سپاه و صدا و سیما و هر چیزی که بگه قوه قضاییه و تمام متمرکز شده در یک جا. بنابراین اونها هستن که تصمیم میگیرن، اونها هستن که تصمیم میگیرن که مملکت به چه سمتی بره. و من آیه ستونه این ساختار در هم تنیده و متسلل، گمان دارید در شرایطی به سر میبره که ممکن باشه بار دیگه پای میز بشینه، چه در رابطه با مسئله موشکی و چه در رابطه با مسئله حقوق بشری؟ آیا این امکان رو میبینید؟ بله، ببینید در جمهوری اسلامی چیزی که آقای خمینی یک روزی گفت، حفظ جمهوری اسلامی برای اینها اوجب واجبات است. یعنی اینکه اگر برسه به یک جایی که فشارها اونقدر خورد کننده باشه که موجودیتشون، موجودیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در خطر بیفته، امکان داره که جام زهر دیگری هم بنوشن. ولی الان دارن همش شاخوشونه میکشن و فکر میکنن میگن که ما اصلا عقب نمیشیم. به نظر من میتونه هر دو حالتش پیش بیاد. بسیار متشکرم. جناب آقای لیماکشی، دو سناریو باقی میمونه به عنوان خروجی های احتمالی این اجلاس. من یکی رو به صورت سوال میخوام از شما نظرتون رو بخوام و دیگری رو از آقای نارنجی. سناریوی اول تشدید فشارهای اقتصادیه، یعنی کشورهای بیشتری با آمریکا همراه بشن برای تحریم‌های بیشتر بر علیه جمهوری اسلامی. در چنین شرایطی اوضاع رو برای حکومت جمهوری اسلامی به چه صورت می‌بینید؟ بله، ببینید، من در اون بخش صحبتم گفتم که جمهوری اسلامی با همه معضلات و مشکلاتی که داره طی این 40 سال یک چیز رو یاد گرفته، یعنی ایران به عنوان یک کشور و جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام ایدئولوژیک به اون این که خودشو چجوری حفظ کنه. این مسئله رو نباید فراموش بکنیم، چون فراموش کردن این مسئله در تعیین استراتژی سیاسی خیلی مؤثره. یعنی اونهایی که امروز فکر میکنن که مثلا جمهوری اسلامی در حال فروپاشیه، پس ما بپیوندیم به کشورهایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن، فردا ما در قدرت، در رأس قدرت هستیم. یعنی جمهوری اسلامی میتونه در واقع اون سوالی که شما از آقای ستوده مطرح کردید، میتونه پای میز مذاکره بشینه و اینو نشون داده، قبلا این کارو کرده، میتونه وارد مذاکرات مستقیم با خود آمریکا بشه و بتونه خودشو، نظام خودشو حفظ بکنه. ولی یک مسئله مهم این وسط، فشارهای تشدید فشارهای اقتصادی میتونه مرکزی باشه. یعنی آمریکا امکان مداخلات نظامی در اینا رو نداره و کشورهایی که متحدش هستن اونها هم ندارن دیگه. اون موقع نیست که انگلستان و نمیدونم فرانسه و اینا همه باهاش بیان، مثل برنامه سوریه. تازه اگر چین این کاری هم بشه، یه روسیه هم اونور هست، کشور ما یه وضعیتی مثل وضعیت سوریه پیدا میکنه. پس میمونه هماهنگی های بیشتر برای فشار اقتصادی بیشتر. اینجا باز آمریکا مشکل داره. نمونش اروپاست. همین چند روز قبل از این کنفرانس اومدن گفتن که ما میتونیم، در واقع ایران میتونه خریداشو بکنه، فروششو بکنه از طریق مبادلات با یورو. یعنی وضعیت چیزی که دستگاه اداری ترامپ داره تلاش میکنه یک سیاست به اصطلاح معقولانه که بتونه تأثیر گذار باشه نیست. یعنی جمهوری اسلامی
تا سالهای آینده، حالا تا 2-4 سال یا 6 سال دیگه، هنوز میتونه با مشکلات زیاد کشور رو در چنگ خودش داشته باشه. فقط اینو توجه بدم که سوریه چطور تونسته تو این سالها خودش حفظ کنه. ما جمهوری اسلامی رو ساده تر از به اصطلاح حکومت سوریه نگیریم، قوی تر باید بگیریم. اینجاست که ما به عنوان نیروهای دموکرات، نیروهای طرفدار دموکراسی و جمهوری که مخالف در واقع مداخلات جمهوری اسلامی در منطقه هستیم و مخالف مداخلات آمریکا در امور ایران هستیم یا آلترناتیو سازیاش هستیم، ما باید بتونیم پیوند لازم و با جنبش‌های مردمی در داخل ایران داشته باشیم و به عنوان یک نیروی در واقع تضمین کننده دموکراسی در ایران وارد میدان باشیم. نذاریم نیروهای افراطی از هر نوش کشور ما رو از طریق به اصطلاح پوپولیسم، کسب حمایت از کشورهای دیگر، بتونن دچار بحران‌های بیشتر از بحران‌های موجود بکنن. بسیار عالی. جناب نارنجی، بدترین سناریوی ممکن به عنوان خروجی اجلاس ورشو میتونه آمادگی یک سری کشورها باشه که مثلا یک کشوری بگه من نظر مالی تامین میکنم، اون یکی از نظر لوجستیک، اون یکی از طریق نظامی. بدترین سناریو میتونه جنگ باشه، کشوری که نظامی که بعد از 40 سال از زایشش امروز با مشکلات فراوان داخلی و بین المللی داره دست و پنجه نرم میکنه. فکر میکنید که در مقابل سناریوی جنگ چه اتفاقی خواهد افتاد و در کشور ما چه خواهد بود؟ خب قبل از هر چیز من امیدوارم هرگز چنین سناریوی به وقوع نپیونده، چون که در چنین حالتی بازنده اصلی و آسیب کسی که بیشترین آسیب رسیده میشه مردم ایران خواهد. و جمهوری اسلامی حال یا اگه ساقط بشه یا اگه ساقط نشه یا به هر صورتی که بخواد با در وارد جنگ بشه، به قول معروف بازنده اصلی نیست. حتی اگه ساقط بشه مردم ایران هستن که بازنده اصلی خواهند بود در چنین حالتی. اما فکر بکنیم بگیم چنین چیزی ممکنه به وقوع بپیونده، بر اساس صحبتایی که شد اینجا به نظر منم احتمالش خیلی کمه چنین چیزی اتفاق بیفته. اگرچه اتفاق افتاده و نتایجش هم مشخصه که با دخالت‌های نظامی خارجی چه مسائلی تو کشور وجود میاد. بله، با دخالت نظامی خارجی و با دخالت خارجی میشه یک دولت رو ساقط کرد. اونهاشو دیدیم در عراق، در لیبی، در افغانستان و الان هم یه چیزایی در جریان هست توی ونزوئلا، یه حرکات اعتراضی در جریان هست و متوجه هستیم که وقتی که دخالت خارجی وارد عرصه میشه، چه بخصوص به لحاظ نظامی، شیرازه اون مملکته که به خطر میفته و نتیجه چنین دخالتی هیچگاه نمیتونه مثبت باشه برای اون کشور. جمهوری اسلامی شاید مقابله بکنه و به احتمال زیاد به نظر من، چون که یک نیروی ایدولوژیک از پایه های اصلی این حکومت هست، اگر نه همشون هم ولی بخشیشون که به طور جدی به این نظام اعتقاد دارن و در نیروهای قدرتمند نظامی این ساختار هم چیز هستن، به قول معروف در صدر تصمیم گیری هستن، اونها میان که مقاومت بکنن اگر چنین جنگی به وجود بیاد. ولی من امیدوارم که چنین چیزی به وجود نیاد. بسیار عالی، ممنونم از همه عزیزان و بزرگواران که در این برنامه شرکت داشتن. بحث بسیار گسترده‌ایه ولی با توجه به محدودیت زمانی که داریم تا همینجا بحث رو نگه می‌داریم. امیدوارم در هفته‌های آینده بتونیم برنامه رو ادامه بدیم. شب و روزتون بخیر.